ولی هنوز هم درصد جای خودش به صورتی باقی مونده. حالا آینده رو ما نمیدونیم هفته دیگه چه خواهد شد، ولی تا امروز ظاهراً تونسته اون به قول ابن خلدون اون عصبیت خودش رو حفظ بکنه، پیوند داخلی خودش رو به هر صورتی با بندبازی خاصی که داره تونسته حفظ بکنه. خب اما قبل از این که به این مسئله دین و دولت بیشتر بپردازم، شاید بعد از کمی راجع به این کتاب صحبت کنم، راجع به اینکه چرا من اینو نوشتم اصولا این کتابو، بعد برگردیم دوباره به این مبحث. یک پدیده ای که مورخین دوره به اصطلاح این اواخر بهش علاقه دارن، این گروهی از مورخین بهش علاقه دارن، بهش میگن تاریخ دراز مدت یا لانگ دوره به فرانسوی، که در مکتب مخصوص تاریخ نگاری فرانسه جدید خیلی محبوبه و این پرداختن یه دوره طولانیه و کوشش برای یافتن یک مضامین کلی که بشه این دوران طولانی رو با هم پیوند داد. چون مورخین اصولا مثل هر فن دیگه ای تخصص داره و تخصصشون معمولا یه دوره خاصی است، یه جنبه خاصی از نگارش تاریخی است. ولی اینکه بخواهند یه دوره طولانی تری بپردازن معمولا کار مشکل و البته این به عنوان ستایش از خودم نمیگم، ولی عرض میکنم که معمولا احتیاج داره به یک وسعتی در پیوند دادن به جنبه های مختلف تاریخی. و در واقع در کتابم من کوشیدم نه تنها این جنبه رو نشون بدم، این تاریخ دراز مدت رو که از آغاز عهد صفوی است از 1501 تا 1979 تا 1989، یعنی در واقع اولین دهه بعد از انقلاب تا پایان دوران خمینی رو نشون بدم، در واقع کوششی برای این بوده که این مضامین کلی رو در این بیابم. ولی خب باز هم برای من به عنوان مورخ این پدیده خیلی در واقع غیر قابل اجتنابی بود، به خاطر اینکه من به نسلی تعلق دارم که این دوران رو توی اندازه زیادی تجربه کرده، یعنی که حداقل 50 سالش رو یا 60 سالش رو به ترتیبی به خاطر داره و حتما بسیاری از جمعی که اینجا نشستن هم همین بچه مشترک رو دارن که این خاطره از اون زمان رو دارن. و در نتیجه در واقع یک حضور نویسندگانه، نمیشه بهتر از این لغتی پیدا کنم که authorial presence، یعنی که نویسنده حاضره در متن و این رو نمیشه اجتناب کرد ازش، برای اینکه باز هم در تاریخ نگاری جدید اون تصور این که شما بتونید همیشه تاریخ بنویسید که کاملا بی‌طرفانه است تقریبا غیر ممکنه، اون نظریه مقداری کنار گذاشته شد. البته این به معنی نیستش که شما رعایت حال دیگران رو نکنید، ولی صدای نویسنده همیشه در متن هست. با این حال من کوشیدم که بازتاب چهره ها رو و پژواک صداهای گوناگونی که در این دوره 500 ساله هست در این داستان نشون بدم. و خب شاید این به ترتیبی به جذابیت داستان می‌افزایه، به خاطر اینکه ما همه صداها رو می‌شنویم، صدای دستگاه شهر رو می‌شنویم، صدای ارباب قدرت رو میشنویم، صدای زیر دستان و فرو دستان هم انشالله میشنویم، صدای آنهایی که من بهشون گفتم invisible، کسانی که ظاهراً غایبند ولی خیلی حاضرند، مثل صدای زنان توی اندازه زیادی اون رو هم بکوشیم بشنویم در این داستان. و بعد از همه شاید صدای کسانی که فرهنگ و هنر ایران رو توی اندازه‌ای در این دوران طولانی حفظ کردن،
در واقع کوشش من این بوده که این حضور نویسنده رو در متن به صورت اون شعر معروف مولوی بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث این آن، و به این ترتیب کوششی برای این که با بیان این صداها در واقع داستانی رو بپردازیم که شما هم جزوی از اون خواهید بود. البته در ابتدای کتاب در مقدمه من گفتم که این در ذهن من همیشه بود، البته در مقدمه نگفتم، ولی در ذهن من این عنوانی از یک نمایشنامه‌ای از جان آزبرن به اسم Look Back With Anger، این یه مقداری در کتاب من هم منعکس، من گفتم یه جایی در ابتدای کتاب که This is a historian with attitude. So, یک جنبه خشمی درش هست که خب ناچارن کسی که به این از تعلق داره نمیتونه نداشته باشه. ولی خب در این حال به این گفته فروغ هم که در مقدمه بهش اشاره کردم توجه داشتم که در فکر کنم در تولدی دیگر میگه گردش و حزن‌آلودی در باغ خاطره ها، در واقع این گذشته ای که این خاطره های خیلی پیچیده 500 ساله یا بیشتر درش هست، مورخ و خواننده همراه با این رو تجربه میکنه و این یک گردش و حزن‌آلودی است در واقع در این گذشته. اخیراً در کنفرانس مطالعات ایرانی در کالیفرنیا یک پنلی بود، خیلی به من افتخار داده بودن، 4 نفر راجع به این کتاب صحبت کردن و یکی از کسانی که صحبت کرد با تعجب در واقع گفتش که این کتاب رو من خیلی خوب و دقیق خوندم و این گفته‌ای که در ابتدای کتاب گفته این گردش به حزن‌آلود در واقع خاطره ها رو اول فکر کردم که این گفته شاعرانه است و بعد کنار گذاشت، ولی در پایان دیدم که این در واقع یک ملاتیه که این کتاب رو به هم پیوند داده و شاید ناخواسته بود، ولی این بود که از این متن بیرون اومد. حالا ساختار و مضامین و شیوه کار این کتاب اگر بخوایم بهش بپردازیم، در واقع برای اون کسانی که میخوان کتاب بخرن یک راهنمایی برای اینکه چطوری بخوننش، اینکه حجمش همه رو به وحشت میندازه. یک نکته ای درش اینه که یک نوع درش درهم پیوستگی وجوه تاریخی هست. من کوشیدم با با این نیت که اون دیواره هایی که بین انواع مختلف تاریخ نگاری هست رو نادیده بگیرم یا حتی بشکنم. پس این یک روایت صرفا تاریخ سیاسی نیست یا یک صرفا تاریخ اجتماعی اقتصادی نیست و یا تاریخ فرهنگی نیست و یا تاریخ مذهبی نیست، بلکه پیوند و یک ملغمه ای از همه این هاست که در مورد ایران به خصوص این صدق میکنه. البته همه تاریخ همه جای دیگه میشه همینطور نوشت، ولی من کوششم این بوده که این دیوارها شکسته بشه. شما در این کتاب خواهید دید برای اونایی که میخوام بخونم که وقتی در مورد انقلاب مشروطه، فصلی که در مورد انقلاب مشروطه هست، بخش بزرگی رو به شاعران عهد مشروطه است، نه به عنوان اون شکل قدیمی عدد تاریخ ادبیات نگاهی، بلکه اینکه صدای اونها در این داستان خیلی مشهوده. همینطور در مورد شاعران نویسندگان عصر پهلوی، در مورد فیلم سازان دوره بعد از انقلاب اسلامی، در مورد نقاشان و هنرمندان دوره قاجاریه، در مورد نقاشان و هنرمندان دوره صفوی، تمام این وجوه در هم پیچیده است به صورت اونطور مجزا نیست. البته کتاب مشتمل بر 4 بخشه که همون 4 بخش بود که در ابتدا گفتم و 17 فصل مشخص داره، ولی هر فصلی خودش به زیر فصل‌های متعدد تقسیم شده که در البته به پیشنهاد
ناشر اون زیرفصل رو از فهرست مندرجات کتاب برداشتم به خاطر اینکه بیشتر حتی دیگران رو ممکن بود به ترسونه، به هراس بندازه. این بود که بعد وقتی کتاب میخونید میبینید که هر فصلی به قطعات مختلف با یک البته نظمی پیوند پیدا کرده. به اضافه این کوشیدم درش تعداد زیادی تصویر بذارم به خاطر اینکه من فکر میکنم تصویر خیلی وسیله موثری برای بیان کردن چیزهایی است که گاهی اوقات با کلمه با واژه نمیشه به راحتی گفت و در واقع مکمل او هست و خیلی به خوبی میتونه این پیوند پیدا بکنه. اما کار خیلی مشکلی بود. در ظاهر کسی که کتاب ببینه شاید متوجه نیست که این زحمت خیلی زیادی میبره برای اینکه شما بتونید این پیوند رو بین تصویر و نوشته فراهم بکنید. به اضافه تعدادی شاید حدود 20 نقشه تاریخی داره که تماماً تازه ساخته شده، قبلاً هیچ کس این نقشه رو نساخته بود. در مورد بیشتر تاریخ سیاسی ولی تاریخ اقتصادی ایران، نهضت‌های داخلی، دوره مشروطه، نهضت بابیه، همه اینا رو روی نقشه نشون دادم. به اضافه برای اینکه این اشتباه پیش نیاد که این کتاب فقط راجع به دین و دولت، البته دین و دولت خیلی خیلی مضمون اصلی در این کتاب، در سراسر کتاب هست، در واقع یکی از انگیزه های من برای نوشتن این کتاب هست. ولی در این حال شاید بشه گفت 9 مضمون رو هم رفته در این کتاب هست، شاید هم بیشتر، ولی 9 تاشه الان به خاطرم میاد. من نمیخوام این راجع به همه 9 تا صحبت کنم، ولی ذکرشون رو میکنم. یکی مسئله همین دین و دولت، یکی مسئله بوم و بر در تاریخ ایران، یعنی مسئله تنش بین مرکز و حاشیه که در تاریخ ایران خیلی سابقه طولانی داره، به یک شکلی به سابقه یک جانشینان در مقابل کوچنشینان هست که در تاریخ ایران خیلی مشخصه. یکی مسئله ایران و عن ایران، یعنی عنوان شاهنامه شما انتخاب کرده، یعنی همیشه این مفهومی که یک خیشی در مقابل بیگانه خیلی در این فرهنگ روشنه و سابقه اساطیری قدیمی داره و همیشه تا عصر حاضر هم میبینیم وجوه مختلفش رو، در جمهوری اسلامی هم میبینیم وجوه مختلفش رو. دیگر مسئله خیلی مهم دیگه در فرهنگ سیاسی ایران مسئله درگاه و دیوانه، یعنی در واقع شکل دولت در نظام ایران اون هم به ترتیبی تداوم میشد تا دوره حاضر میشه دید. یک تنشی بین دستگاه سلطنت یا درگاه بود و دستگاه وزارت یا دیوان، و در واقع دولت هیچ وقت نمیتونست جدا از دستگاه درگاه خودش رو بازسازی بکنه، همیشه مانع بود. یکی از مسائل بزرگی تاریخ ایران این سنت وزیرکشی که یکی از پدیده‌های تاریخ ایران هست رو میشه یک بچی از این دونست. منازعه بین آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای هم یه بچی دیگه از همین دونست، یعنی هنوز اون مداومت اون داستان صادره. از نظر تاریخ اقتصادی ایران یک تنش بزرگی دیگه که وجود داره تنش بین بازار و میدانه که هر دو مفاهیم خیلی قدیمی ایرانی هستن و نشان دهنده دو وجه اقتصاد ایرانی، یکی که وجه اقتصادی که در بازاره و مخصوصا به طبقه تجار و حضورشون در شکل شهرنشینی و تجارت کاروانی خیلی اهمیت بزرگی میده و به شکل استقلالی میده که اون هم تا عصر حاضر، تا دوره حداقل انقلاب اسلامی هنوز حفظ شده بود. این روزا دیگه بازار ظاهراً دیگه اون نقش سابق رو نداره. و میدان به خاطر اینکه میدان فضایی بود که
دولت میتونست کنترلش بکنه و در واقع یک نوع کنترل نظام اقتصادی بین این دو نهاد رد و بدل میشد. در کتاب بعضی اوقات راجع به این مسئله میبینیم. یکی دیگه مسئله بیرون و اندرون هست که این هم در فرهنگ ایرانی خیلی عمیقه، که در واقع دو جنبه در هم زیست خانواده هم در شکل اجتماعی وجود داره که یک جنبه خاصی چه در نمادی اندرونی هست بیرونی هست و اینها بی‌معنی نیست. این دو جنبه ای که در واقع جامعه رو به یه ترتیبی به دو جناح تقسیم میکنیم، که جناح داخلی که جناح خارجی، و خب رفتار و طرز زندگی و طرز تفکر و اینها در این دو فضا متفاوته و بینش همیشه اینو تنشی هست. اون شعر معروف حافظ که چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکند، یه مقداری در واقع نشونه این جدایی بین بیرون و اندرونه. یا مسئله بزم و رزم که در واقع یک جنبه خیلی اساسی، اونم باز به فرهنگ شاهنامه‌ای برمیگرده، که در واقع ایران مخصوصا دستگاه سیاسی، قدرت سیاسی از یک طرف این خشونت نظامی درش وجود داره که خب وظیفه شاهان اینه که باید به جنگن، اینه که تعریفیه که ازشون میشه، و یکی جنبه بزمشونه که در واقع اون جنبه این که چگونه دربار یا درگاه میکوشه که نظام، میکوشه که عناصر متعدد فرهنگ و هنر رو ازش پشتیبانی بکنه، یه ولی نعمتیست، یه پیترونیج هست براش، و این هم دو جنبه مختلفیه که همدیگر رو گاهی وقتا تایید میکنن، گاهی وقتا در تضاد با هم هستن. خیلی بیشتر میشه رجوعه این گفت. و البته آخرینی که شاید در ذهن همه شما هست و پس چی در مورد عامه مردم باید گفت، چون اینا همه در مورد در واقع خواص بود در مقابل عوام بیشتر، مسئله البته در گذشته مسئله دولت و رعیت بود که این مفهوم خیلی قدیمی اندرزنامه هاست که دنیا در واقع تقسیم به دو قسمته، یکی قدرتمندان، یکی فرودستان یا رعیت. ولی خب حالا در دوره جدید اون که در میشه بیشتر دید مسئله جدایی، یعنی تنش بین یعنی تحول از رعیت به ملت هست، یعنی یک مفهوم جدیدیه در واقع که در دوران جدید بعد از انقلاب مشروطه و با پیدایش فرهنگ سیاسی جدید رشد میکنیم، که امروزه ما دیگه رعیتی ظاهراً نداریم بلکه ملتی داریم، ولی خب در عمل غیر رعیت داریم یا خیر اون یه امر دیگه است. بسیار. حالا چند تا نکته من باید بگم راجع به این که اصولاً قضایای اصلی، یعنی اون به قول معروف فرهنگی آرگومنت در این کتاب چیه؟ مضامین گفته شده اینها، ولی چه نکته درش استدلال شده؟ شاید اولینش که از همه به نظر من مهمتر و جالبتره اینه که تحول ایران در این کتاب کوشش برای اینه که نشون داده بشه چطور از شکل آنچه که بهش ممالک محروسه ایران گفته می شده، یک دولت امپراتوری بود که مملکت‌های مختلف رو داشت در تحت قدرت دولت مرکزی، این چطور تبدیل شد به آنچه که در دوره اواخر قاجاری بهش گفتن دولت علیه ایران، یعنی دولت متمرکزتری بود، و در دوره حاضر که کشور ایران است یا جمهوری اسلامی ایران است. به هر حال این تحول شکل، تحول از این شکل پراکنده به شکل امپراتوری به شکل ملی، یکی از پدیده‌هایی است که با این پدیده تهدید برونی مرزی و ستیزه درونی خیلی پیوند داره، یعنی که این ممالک محروسه که چطور متحول شده و ازش یک ملت تازه ما در دوره جدید در قرن بیستم به تدریج می‌بینیم، نشانه این
تنشیه که با خارج و داخل خودش داره. یعنی تنش فقط با خارج نیست، با داخل خودش هم در تنش. مخصوصا در قرن 19 با پیدایش دولت‌های جهانجوی به قول سعدی، یعنی امپریالیست پاورز، یورپین امپریال پاورز، اینها این دو قطبی شدن منازعه برون مرزی ایران خیلی به شکل‌گیری داخلی ایران تأثیر گذاشته. این یک مبحث مهمیه که در این کتاب پوشیدم به عنوان یکی از آرگومنت های اصلی بپردازم. یکی اینکه مبحث دوم اینه که این شکل‌گیری و تحول درش پیدایش مذهب شیعه از دوره صفوی نقش خیلی اساسی داشت. البته گاهی وقت برای ایرانیان این دوره قدری ظاهراً دلازاره که ما صحبت از این بکنیم که شیعه قدرت بزرگی برای پیوند ملی ایران بوده. ولی حالا چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، بالاخره این قدرت بزرگی بوده که در شکل‌گیری ایران خیلی نقش اساسی بازی کرده. چون که در واقع حتی میشه گفتش که یک پرسش مهم اینه که اصولاً چطور ایران به عنوان یک کشوری روی نقشه باقی مونده، برای که تمام دلایل میتونست داشته باشه که نباشه روی نقشه، چون که بسیار دیگر از سرزمین‌های باستانی در طول دوره جدید یا تومه قدرت‌های بزرگ شدن، مستعمره شدند و بعدها شکل متفاوتی ازشون پیدا شد، مثلا بعد از جنگ جهانی اول. در که ایران کجدار و مریض یک نوع بقا و یک نوع پیوند داخلی اجتماعی و یک در واقع شکلگیری هویتی درش مداومت داشت. این هم جنبه دیگه‌ای که در این کتابش پرداختم. و بالاخره در اگر بخوایم به دوباره برگردیم به مسئله پیوند دین و دولت، همونطوری که اشاره کردم این چهار مرحله خیلی بیشتر به ما میآموزه که یا نشان میده که چطور این تحول در آنچه که ما امروزه میبینیم به عنوان پیدایش جمهوری اسلامی یک بیشتر قابل فهمه. چرا که در دوره آغاز صفویه در واقع و بازسازی شهر شیعه ما میبینیم که دولت صفویه در واقع میکوشه با دعوت کردن یک عده از فقهای غیر ایرانی، تقریبا تماما از دنیای عرب، از جبل عامل در سوریه، از جنوب عراق در سرزمین های بعدها نجف و سرزمین های جنوب عراق، از بحرین، گاهی اوقات از سرزمین های شمال جزیره العرب به ایران یک عده از فقهای آورد، مخصوصا اونایی که از جبل عامل اومدن. این آورد که اینها نقش خیلی بزرگی بازی کردن در اون چیزی که ما امروزه بهش میگیم فقه شیعه. و دلیلی داشت برای اینکه اینها به ایران دعوت شدن و از ابتدای کار هست. شما اگه ببینید در فصل اول این کتاب میبینید که این یک نیت خاصی از جانب دولت صفوی است. یکی این بود که برای تأسیس دستگاه قضایی جدید به یک گروهی از فقها احتیاج بود، برای اینکه دستگاه شهر در واقع گرداننده دستگاه قضایی مملکت بود یا امپراتوری و دولت صفویه بود. به اضافه برای ثبات اجتماعی لازم بود که یک همچین شکلی به این دستگاه فقهی داده بشه. البته بسیاری از اینها همه از جانب دولت صفویه منصوب می شدن. قضات شیخ الاسلام ها و قضات شهرها، اینا همه دولت صفویه در واقع در زیر پنجه قدرت صفویه بودن. مرحله اول بود. به اضافه دولت صفوی دولت انقلابی مهدوی تندروی بود که مشروعیت احتیاج داشت و این مشروعیت رو یه ترتیبی از این طبقه فقهای شیعه
اهل فن دریافت میکرد. به اضافه اون اینها چون خب یه عنصر بیگانه در جامعه ایران بودن، بسیار چون فارسی نمیتونستن صحبت بکنن در نسل اول. شیخ بهایی که شاید بسیار از شما باشه آشناسید، شیخ بهاءالدین عاملی که در 10 سالگی اومده به مدرسه مستنصریه شیراز، در خاطرات خودش میگه که فارسی نمیدونست، 2 کلمه فقط بلد بود. خودش و برادرش 2 کلمه فقط فارسی بلد بودن. البته خب بعداً در طول مدت کوتاهی ما میبینیم که همه این کسانی که از سرزمین‌های دیگه اومده بودن فرهنگ ایران رو به یک صورتی در خودشون جذب میکردن. ولی خب اینکه اینها یک عنصری بیگانه بودن به دولت صفوی کمک میکرد. این چیز اصلا خیلی ماکیاولیه در واقع. چون اینها بیگانه بودن نمیتونستن به راحتی پیوند با جامعه داخلی ایران پیدا کنن. رضا حفظشون، کنترلشون ساده تر بود توی طبقه ای که از طبقه فقها و اهل شریعت داخلی ایران بودن. به اضافه این یه دینی بود که شیعه با زور در واقع دولت صفوی رو در ایران با فشار به جامعه ایران تحمیل کرد و خب اون طبقه قدیمی فقهایی که اهل تصنن بودن، شافعی بودن، حنفی بودن، اینها به کلی کنار گذاشته شدن یا کشته شدن یا از اون انقلاب از بین رفتن. پس در واقع یه جای خالی بود که باید پر میشد. این مسئله پیوند همزادی دین و دولت رو تقویت کرد. ولی در دوره بعد، یعنی در دوره قاجاریه بعد از انقراض صفویه، از پایان قرن 18 میلادی سراسر قرن 19 یک شکل جدیدی از طبقه فقها پیدا شد که متفاوت بود با دوره صفویه. به این ترتیب که اینها فقهایی بودند که به مکتب اصولیه مشهورند، اهل اجتهاد بودند و قدرت فتوا دادن داشتن. ولی این هم خودش تحولی، یه امری نیستش که بلافاصله همه فقها میتونستن فتوا بدن از دوره صفویه. بیشتر شد اون قدرتشون و یک نوعی میشه گفت خودمختاری در دستگاه فقها و اهل شهر پیدا شد. ولی در این حال یک خودمختاری بود که دولت هنوز به دولت وفادار بود. شما به ندرت پیدا میکنید، تقریبا غیر ممکنه که پیدا کنید که فقیهی در دوره قاجاریه علارغم همه قدرت مجتهدین قاجار به کلی در واقع مشروعیت دستگاه سلطنت رو منکر بشه. هرگز. یعنی اون چیزی که خمینی میگفت که باید برود، این مفهوم در دوره پیش از انقلاب اسلامی اصولاً وجود نداشت. هیچ فقیه گاهی وقتا به قول مافیا میگن ترف وار، یه دعوای داشتن بر سر منافع، ولی دعوا بر سر کلیات نبود، بر سر این نبود که مشروعیت نظام سیاسی مورد پرسش قرار بگیره. با هم میساختن به صورت به ویژه به خاطر اینکه هم دین و هم دولت در دوره قرن 19 بیشتر از دوره صفویه مورد فشار جریانات مذهبی ضد شرعی بودن، جریانات فراکیش بودن که اینها هر دوی این نهادها رو تا یه اندازه تهدید میکردن، لذا پیوند اینها باید باقی میموند. و خب این هم یه پدیده خیلی جالب، نهضت باقیه نمونه خیلی مهم میشه و فکر جدید شرعی یا غیر شرعی بسازه که یک نوعی نمونه از یک نوع تجدد داخلی در فکر ایران بود. بخاطر باید توجه داشته باشیم که این جریانات تماما در تداوم و تحول هنیش وقتی میشه گفت همیشه یک شکل مشخصی داشتن. بالاخره در دوران انقلاب مشروطه، این دوره‌ای که شاید از همه مهمتر برای فهم ما اینه که به تدریج با پیدایش یک نوع فکر اصلاحات دنیوی، سکولار مدرنیتی، تجدد دنیوی که بیشتر از غرب نشأت می‌گرفت یا در واقع اساسش از اونجا بود، این فکر به تدریج طبقه فقها و اهل اجتهاد رو
از صحنه بیرون گذاشت. داستان شیخ فضل‌الله نوری معروف و قضیه مشروطه او در مقابل مشروطه یه نمونه روشنی از نمونه اولی از این قضیه است. ولی این در انقلاب مشروطه تموم نشد. انقلاب مشروطه در واقع شروع انزوای طبقه مجتهدان و اهل شهر و فقها بود. اون چیزی که خیلی بیشتر مشخص شد در دوران پهلوی بود و منجر به انزوای هرچی بیشتر طبقه اهل شهر شد، به خاطر اینکه در واقع نه تنها اون منزلت اجتماعیشون رو از دست دادن، بلکه تمام اون منابع یا مصادر قدرتی که در دست داشتن رو از دست دادن. یعنی که دستگاه قضاوت که در اختیار تقریبا حقوقی حقوق قضایی یا جامعه در اختیار اونها بود، با پیدایش دستگاه جدید دادگستری اول اینها تمام اون قدرت رو از دولت ازشون بازپس گرفت، حتی نمونه های ازشون رو گرفت، معمم رو مکلا کرد و به شکل خودش در بروکراسی خودش جا داد، یا شدن محضردار یا شدن میشون در واقع جزئی از نظام عصر پهلوی، ولی نه به کلی. دستگاه آموزشی رو از دست دادن با پیدایش تعلیم و تربیت دولتی، دیگه قدرتی براشون به اون صورت که در سابق داشتن باقی نمون. حتی منابع درآمد ملکیشون رو، یعنی اوقاف رو، تا یه اندازه دولت به کنترل پرداخت و در دست خودش گرفت و اون هم ضعیفشون کرد. مساجد و منابر که مرخز منشأ اصلی رابطه اصلی با مؤمنین و مقلدین جامعه شیعه بود، اونها رو به تدریج ازشون گرفت، یا اگر نگرفت تضعیف کرد، به خاطر اینکه انواع جدیدی از تجمع اجتماعی ساخت. مردم میرفتن تئاتر و سینما و نوع دیگه جایی که برن به مسجد. در واقع مسجد اون قدرتش رو با پیدایش طبقه متوسط عصر پهلوی که طبقه این بود که به تدریج سکولار شده بود، این رو ضعیف کرد و از دست داد. پس در واقع اینا به یک انزوایی رسید، این طبقه، اونهایی که باقی موندن درش. و در مدرسه در واقع یک فرهنگ انزوایی رو ساختن که این پدیده‌ایه که در واقع میشه گفت آیت الله خمینی نتیجه این انزواست، نتیجه یک طبقه‌ایه که از مجتهدها که با یک خشمی از این انزوا و این انحصاری که از دست داده بودند در مدرسه کوشیدند که راه دیگری رو بجویند برای باز یافتن اون منافع گذشتهشون، یا اون پیوندهایی که در گذشته با جامعه داشتن. بازار تا یه اندازه در اختیارشون موند، برای که بازار هم در مقابل میدان که در واقع اقتصاد جدید دولت بود تضعیف شد، اون هم به یه طبقه ای از خشمگینان یا کنارزده شدگان یا منزویان دوره پهلوی بودند. در واقع بین اینا یه نوع ارتباطی قوی باقی موند. این بود، نبود که به کلی این دو هر دو از بین برند. در موقع، ولی چیزی که خیلی مهمه و شاید آخرین نکته که من اینجا بشه اشاره میکنم این هستش که در حالی که در این مرحله بحرانی انزوا و بازگشت به مدرسه بودن و اون دستگاه قضایی رو از دست داده، اون دستگاه آموزشی رو از دست داده بودن، در این حال نکوشیدند، شاید هم معنی می‌داشت که چرا نکوشیدند، که خودشون رو از داخل متحول بکنند. یعنی ما در تمام دوران پس از مشروطه در فقه شیعه یک اقدام جدی برای اصلاح شرع شیعه نمی‌بینیم. ممکنه یک، به قول فرنگی، کازمتیک، یک بزکی بهش کردن، ولی در عمق
مسائل بزرگی که فقه شیعه قرون وسطایی یا دوره پیشا مدرن داشت، اینها رو نتونستن پاسخ بدن. به مسئله جنسیت بین زن و مرد، به مسئله در واقع یک نوع سازگاری اجتماعی و مدارا، به مسئله پذیرش مفاهیم مدرن به کلی، اینها رو ما در هیچ کدوم از آثار فقهای متأخر نمیبینیم، یا حداقل بنده نه. آقای کدیور میکوشن گاهی آثار آخون ملا کاظم خراسانی و شیخ محمد حسین نایینی و اینکه در دوره مشروطه فعال بودن رو به عنوان نمونه هایی از این نوع تجدد ذکر بکنن، ولی در واقع همه نمونه های شکست خورده است. نمونه هایی که هیچ وقت شکل کامل برای شکل ناقص حتی، برای اینکه بتونن یک نوع تصور و تفکر جدید قضایی رو عرضه بکنن، مثل اینکه در غرب واقع شد، در گذشتن از اون فکر مذهبی قضایی به فکر در واقع مدرن قضایی، در داخل اینها واقع نشد. شاید یه عاملش این بود که در موقع دفاعی بودن، در موضع دفاعی بودن، نمیخواستن اون هویت کلی که در درونشون بود از دست بودن، چون بسیار ضعیف شده بودن، بسیار از دست رفته بودن. طبقه بزرگ علمای اعلام در دوره بعد از مشروطه تقریبا همه فرزندانشون مدرسه رو ترک گفتن، همه به قول معروف فکولی شدن، و اون طبقه که در داخل موند اونهایی بودن که از یک سابقه دیگری میمدن، معمولا از فرودستان روستایی بودن. البته همیشه طبقه فقها از فرودستان روستایی تغذیه میشد، ولی اینجا بیشتر بود، این درجه تغذیه خیلی بیشتر بود و این درجه خشم داخلی خیلی بیشتر بود. خب اگر اصلاح قضایی نکردن، اگر متحول نشدن، در مقابل کار دیگه کردن، و اون این بود که در واقع یک فکر رادیکال سیاسی رو به عنوان یک بیراهه‌ای به قدرت در خودشون جذب کردن، یک کوششی برای اینکه اون گفتمان نیروهای مخالف دولت رو، اعم از فکر چپ، اعم از فکر ضد غرب نظیر آل احمد، اعم از فکر به قول معروف شیعه انقلابی کسانی مثل شریعتی و نظایر، اینها رو به تدریج در داخل خودشون کشیدن، و یک مقامی که براشون باقی مونده بود، یک موقعی که براش باقی مونده بود و به خوبی ازش بهره بردن، و اون منبر بود. چرا که دولت پهلوی اگرچه تقریبا تمام وجوه مختلف پراکندگی سیاسی، یعنی اجازه به بیان سیاسی رو تقریبا در جامعه بست، با یک اختناق سیاسی خیلی خیلی موثر، احزاب سیاسی نبود، مطبوعات آزاد نبود، هیچ وجه دیگه برای رشد یک نوع تفکر تقریبا میشه گفت حد واسط سکولار باقی نمونده بود. مساجد و منابر جایی بودن که این فکر رادیکال رو میتونستند تا یه اندازه عرضه بکنن به یه قیمتی. اینم بالاخره همه این حضراتی که به قدرت رسیدن یه وقتی فرستاده بودن ایشون، البته ساواک باشون با محبت بیشتری رفتاری میکرد تا با چپ یا با روشن فکرها، میفرستادشون به شهرستان های دوردست به عنوان تبعید، و اتفاقا منتظری شهر جالب داری، رفسنجانی هم همه داری، شهر جالب داری راجع به این نکته که وقتی میرفتن به تبعید تازه فرصت خیلی خوبی برای اینکه بتونن بیشتر ارتباط برقرار بکنن با خارج خودشون. خب این هم یک جنبه. اینها عواملی بود که در مرحله چهارم به اینها اجازه داد که این
تحول بزرگ رو که در واقع قدرت گرفتن از دستگاه سیاسی و به قدرت و چیرگی بر نظام سیاسی رو از آن خودشون بکنن و اتفاقا در این راه تا اندازه موفقیتشون به خاطر همون انزوا بود، به خاطر اینکه اون انزوا در داخل بشون یا عصبیت درونی دارید و گروپ لویالتی بهشون داد که هنوز هم تا یه اندازه اون شکل رو، اون ظاهر رو، به خاطر که شما باید تصور بکنید از نقطه نظر یک به خودشون گفتن روحانی، میدونید که این عنوانیه که در دوره پهلوی پیدا شده، این روحانی به جای علما که عنوان سابق بود چون علم رو سکولاریسم گرفت ازشون، پس اینا شدن روحانی. این روحانیون در واقع آنچه که در ظاهر خودشون حفظ کرده بودن، عمامه داشتن، عبا داشتن، قبا داشتن، نعلین به پا میکردن، ریش داشتن، این با اون شکل سکولاریسم مدرن دوره پهلوی در تضاد کامل بود و این خودش این بیرون زدن از جامعه و اینکه اینها جزوی از بقیه نبودن، این رو در شکلگیری داخلی اینها خیلی مؤثر بود و در بقاشون به صورتی که در دوره بعد از انقلاب بیشتر و بیشتر کوشیدن این رو حفظ بکنن. من کوشیدم نگاه کنم ببینم کمتر گروه اجتماعی هست، حالا ما دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، کمتر گروه اجتماعی هست که 40 سال تونسته باشه کم و بیش بدون هیچ نوع ضربه خوردن از داخل بمونه. یه هرچی ضربه خورد ضربه ها رو دفع کرد. حسین علی منتظری گفت آقا چه اشتباه میدید، چرا این کار رو میکنید؟ خب یه خانه نشین شد و نظرش. خب یعنی در واقع میتونه هنوز این رو پیوند رو به خاطر وحشت از بیرون، به خاطر تهدید از بیرون در داخل خودش توی اندازه حفظ بکنه. و در واقع بحران سگانه ای رو تا به حال مدیریت بکنه. بحرانی که از یک طرف میخواد یک ایدئولوژی در واقع مردمی رو ترکیب بکنه. شما نگاه کنید به بعضی از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی، چون خیلی به قول خودشون پیشرفته است. یا نگاه کنید یک جنبشه. جنبه دوم از این سگانگی اینه که میکوشه یک نوع شرع قدیمی رو که مفهوم واپسگرای تشیع در خودش حفظ کنه و اون هم جنبه دومشه. و جنبه سومش اینه که اصولاً از جامعه هنوز انزوا داره و اون انزوا رو هم باید به صورتی نگه داره. یعنی جامعه‌ای پیدا شده که در واقع جمع بزرگی از مردمش مدافع نظام جمهوری اسلامی نیستن، ولی این به یک صورت هنوز میتونه اون بحران سومی رو هم حداقل تا به حال مدیریت کرده. حالا مسائل دیگر رو میتونیم کنار بذاریم، بجوریم که شیطان بزرگ ساخته، امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند ساخته، همه اینا رو ساخته و اینا بهش کمک کردن در این گفتمان بقای خودش. بسیار خوب، من فکر می‌کنم بیشتر از این حرف زدم. یه چند تا میشه نشون بدم؟ الان روشن بشه تا این شما یک آب بفرمایید، یک کوین این پشت سایت تا پروژکتور گرم شه. شاید یکی دو تا پرسش هم اگه بخواید جواب بدید. نه نه کوارلینگ توینز، دو همزاد ناسازگار. البته من دیدم شما اینجا عوض کردید، برعکس شده. بله برعکس شده، ببخشید. حالا معنی شد بهتر. اما دو همزاد ناسازگار، دین و دولت. بسیار خب، من با چی عوض کنم؟ اگر اینجا عوض خیلی خوب، خیلی ممنون. کدومه؟ اینجا دو.
این عقب بسیار لیزر پوینتر هم بسیار آه لیزر پوینتر وسطش هم خیلی عالی. خب این یه تصویری از پادشاه صفوی سلطان سلیمان که در واقع درگاهش رو نشون میده. این نقاش قرن 18 اواخر صفویه نساخته محمد قلی. همونطور که میبینید البته همیشه هم میگن دوره زوال صفویه از دوره شاه سلیمان شروع شد 1666 همیشه همه مورخا اینو میگن. ولی چیزی که جالبه درشون ملاحظه کنید ظاهرا این مجلسیه نمیدونیم ما، ولی بزرگترین در واقع فقیه یا متکلم دوره صفویه در درگاه سلطان در درگاه شاه صفویه نشسته و جمع پاره از این جمعه. توجه میکنید فرنگی هم اومده تو اینجا میبینید موزیک هم هست و یک نوع سازگاری هنوز اینجا بین دین و دولت هست. خب بعدی این آقای مجلسیه، من نتونستم برخواهی تشخیص بدم این مجلسیه این، ولی ظاهرن این مجلسیه و خب اینو من برای این گذاشتم اینجا که نشون این بارگاهشه در پشت مسجد جامع قدیم اصفهان. این انقدر صاحب قدرت بود و انقدر دولت بهش میدان داده بود یا بهش ارزش میداد و بها میداد که برای چه یک همچی آرامگاهی در یکی از مهمترین مساجد اصفهان میساخت. یا در دوره قاجاریه این سید محمد باقر شفتی حجت الاسلام، شاید بزرگترین فقیه نیمه اول قرن 19 ایرانه که در واقع یک نیمه دستگاه سلطنت و یک قدرت سرمایه‌ای خیلی بزرگی در اصفهان داشت و دولت بهش بها میداد. اینجا در این متنی که میبینید البته مثل که اون صفحه بعدی افتاده، ولی این یک جهادیه‌ای بود که در 1819 اولین کتابی که در زبان فارسی چاپ شده در داخل ایران چاپ شده در 1819 این مجموعه از فتواهای علمای دوره قاجاریه بود، دوره فتحعلی‌شاه بود، برای جنگ ایران و روس که در واقع جهاد بر ضد دولت روسیه در مورد سرزمین‌های قفقاز رو ازشون گرفت و این رو چاپ کرد. در واقع یک نوعی مشروعیت دستگاه شهر رو تایید می‌کرد و حتی وسائل جدید مثل چاپ رو ازش بهره می‌برد تا این ارتباط رو بیشتر نشون بده. ولی این متحول شد در نیمه قرن 19 هم. من دو تا تصویر نشون دادم، این جریان قتل سید محمد تقی، نه شیخ محمد تقی برقانی است که به عنوان شهید ثالث شناخته است و یک حادثه بسیار مهمی در دستگاه شرع و در واقع فکر عمومی اون دوره بود. این از یکی از کتبشه که ابتداش این رو تصویر کرده در حالی که دارن ظاهراً بابیا میکشنش. این داستان معروف کشتار شیخ محمد تقی برقانی است که در روی سنگ قبرش، این سنگ قبرشه، باز هم همین داستان تصویر شده و اینجا شخصیتی که میبینید ظاهراً قرة‌العینه، برای اینکه او در این داستان شناخته میشد به عنوان جزئی از این نهضت ضد شرعی که برقانی نماینده بزرگش بود. خب اینو من به خاطر این گفتم که چطور این فشار از بیرون، یعنی فشار این نهضت‌های داخلی شیعه مجبور میکرد که دین و دولت و هم باز پیوندشون رو نزدیکتر بکنن. یا در پایان دوره قرن 19 این ظاهراً مطمئن نیستیم، ولی این میرزا حسن شیرازی معروف
یعنی مرجع تمرینش چیه؟ در سامره است. ظاهرا این نماز جمعه در سامره است و این در دوره نهضت رژیه، وقتی که دستگاه علما بر ضد دولت برای اولین بار در قضیه رژی حکمی برخلاف دستگاه قاجاریه دادن و این در واقع آغاز یک نوع شکلگیری جدید در مقابل دولت بود. ولی هنوز اگه شما نگاه کنید با انقلاب مشروطه این اولین گروه وکلای مجلس محترم شورای ملی ایران در دار الخلافه تهران، این در مثلا در مجلس مبارکه نظامی حوالی 1907-6 هست، قبل از اینکه نمایندگان شهرستان ها برسن. شما اگه نگاه بکنید یه مجموعه خیلی مختلطی از گروهی از علماست که بیشتر میان رتبه بودن، نه علمای اعلا، و طبقه به اصطلاح تحصیل کرده جدید که اینها در واقع با همدیگه به یک نوع توافق و سازگاری در پیداییش یک نظام مشروطه هم رسیده بودن یا مقدماتش بود. ولی عاقبتش این بود، این بعد از جنگ داخلی که به عنوان استبداد صغیر شناخته است و شکست طرفداران استبداد که از جمله طرفداران مشروعه و شیخ فضل‌الله نوری به عنوان نماینده اصلیش بود، در واقع این یک نمادی بود که وقتی بعد از سقوط تهران مستبدین شکست خوردن، شیخ فضل‌الله رو اگه در کتاب من مفصل گفتم که دلیل اینکه حکم اعدامش شده دادن چی بود، و اتفاقا خیلی نکته جالبی به خاطر اینکه اگرچه اون رو به دار زدن ولی به دار نزدن به خاطر عقایدش، به دار زدن به خاطر اینکه فتوا داده بود برای کشتار مشروطه خواها، یعنی که خیلی روشن یک نوعی تشویق کرده بود. یا اینجا که ملاحظه میکنید در دوره نهضت ملی این سید ابوالقاسم کاشانی، آیت الله کاشانی که در واقع نماینده از این برگشت طبقه علما بود که در ابتدای کار اینجا میبینید در مصدق در اون هیئت مشهور خودش در رخت خواب و با دیگران، اکنون این معظمیه، اینجا شما در عکس نمیدید ولی این فاطمیه و او در واقع اینجا اتفاقا خیلی عکس نمادینیه به خاطر اینکه نشون میده این هنوز اون مقام وسط رو میانه رو حفظ کرده، ولی اینجا باز هم یه عکس نمادینیه در حال مذاکره با استوکس که در واقع مدیر عامل شرکت نفت ایران و انگلیس بود و خب باعث شد که در واقع یک گشتی به طرف مخالف مصدق پیدا بشه. یا در دهه 1350 رابطه شاه با آیت الله بروجردی خیلی در این عکس توی اندازه نشون دیگه رابطه خیلی نزدیک و دوستانه بود که در مورد عواقبش در این کتاب سخن گفتم من. یا هنوز بسیاری از معممین دعاگویان دستگاه سلطنت بودن چنان که در این عکس خیلی مشهوده و حقوق بگیر بله خب به عنوانی حقوق بگیرم بودن چون در واقع حقوق شهری رو از روی اوقاف از دولت دریافت میکنن. اما این تازه بود، این یک کارپستال تبریک سال قمری است، فکر میکنم حوالی 1961 و خب این تصویر خیلی بی‌نهایت این جالبی است. شما میبینید خمینی بر کره زمین نشسته، حریت، اخوت، حقیقت، عدالت، یک اصل هم به سه اصل انقلاب فرانسه اضافه کرده و در واقع این نشان دهنده و با این شمشیری که در اینجا و با آیات قرآنی که روش نوشته شده که او رو در واقع ولی سلطان میدونه در این 1961 سالها پیش از
انقلاب اسلامی یا جذب این عقاید لیبرال چپ یا اسلامی انقلابی شریعتی در حسینی ارشاد چاپ ظاهرا اول قرضدگی این اونه که من خوندم تو دبیرستان تو دانشگاه سر اول دانشگاه شاید تجلی همون سال ما هم خوندیم ما فکر کردیم که این یک چیز چون هنوز اجرام میکنه قرآن جدیدیه که نازل شده و دوره انقلاب اون چیزی که ما میبینیم این رقابت با مجاهدین خلق و با شریعتی یعنی در واقع هنوز احتیاج به جذب این گفتمانش تند مخالف رو باید جذب کرد تا باقی موند و البته پوستر انقلابی که خمینی رو به شما نشون میده در حالی که سلطنت رو شکست داده خب خیلی چیزا توی این میشه دید باید توی کتاب من بریم یا اینی که بر من خیلی جذابه این سران انقلاب اسلامی بهشتی، رفسنجانی، منتظری، لاهوتی همراه با یاسر عرفات سر ماهای اول بعد از انقلاب این در واقع نشون دهنده اینه که نه تنها در سیاست داخلی رادیکالیسم رو جذب کرد بلکه در واقع خودشون نماینده از یک جریان جهانی دید در مقابله با قدرت‌های بزرگ یا با اسرائیل ببخشید و بالاخره از فیضیه تا جمهوری اسلامی این پوستر انقلابیه که باز به ما نشون میده که چطور این در واقع سیاست زدگی انقلاب زدگی دستگاه فقها از فیضیه بالاخره با کمک جی تری تونست به قدرت برسه خیلی ممنون